هیچگاه این کار را به خود روا نمی بینم. من باید خطای خود را بیستم. گوش کنه دختر، این نامخولی را نکن. این کارت بیچار بی اخلاق است. از این کار را دست کش. گوش کن، تو یک دختر زیبا و با عقل هستی، البته این کار را نمی کنی. خواهش میکنم از اینجا رفت، کوششی نجاتم را نکن، چون که همه کوشش شاید برای من بیهوده است. عشقم را از دست دادم، میفهمی؟ هنگام ناموفق شدن در زندگی هیچگاه به بلندی نزدیک نشو، چون که تو به شیطان نزدیک میشی. او تو را مجبور میسازد که تو خودت را هلاک سازی. تو در حقیقت تنهایی درست را تاثیر بخش زدی. بندگانی که خودکشی می کنند، خدای بزرگ آنها را هیچگاه نمی بخشد. با من یک امکانیت دیگر بده، من البته تو را خوشبخت می کنم. برای همین من تصمیم گرفتم که با تو خانه‌دار شم. تو به این چی می گویی؟ اون کسی که تکلیف خانه‌دار شدی را با من کرد، می دانی که من را از دمی مرگ نجات داد. می دانی چی؟ تو یک مکار هستی. من مثل تو بر این پلیدها را بسیار دیدم. حالا تو برای از حیات محروم ساختنی خود حقدار نیست، اما پس از هلاک شدن البته پشیمان میشوی. فرشته، من تو را تا این درجه فکر نمی کردم. تو چقدر انسانی بد بودی، دوباره زندگی مرا ویران کردی. لعنت به تو، من چی یکون کاری خطا کردم؟ همه کار خطا. من را گفت من یه همه با تو چی کار کردم؟ و یاروی تجلی خبر دیه زودتر. همون کسی بود که برای همان قریب خود را از حیات محروم می ساختم. و باریز من خواستم حیاتی نمسازم. فرشته، چکمانت را کشم. فرشته، اما نشد. تو مرا این دفعه نجات دادن. من چی کن کرده استادم؟ من آدمان را با نصیحت از دمی مرگ رها می کنم و اینک خودم به این حال گرفتارم. و هیچ برای چی پدرم نامی مرا مبارز مانده است؟ چون که من باید تا آخر مبارز باشم. حالا ایستا، من با تو چنان بازی میکنم که از تولد شدنت پشیمان شوی. روزهای نزدیک پیشکش شما میگردد.